آقای دکتر مشتبه شکوری سلام سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و مردم عزیز ایران ارادتمندم موضوع این برنامه ما چیه؟ عنوانش خیلی پیچیده است یه کتاب بردم که جدیدا خوندم و خیلی خیلی دوست داشتم میخوام قصه این کتاب رو تعریف کنم اکاسی، بالون سواری، عشق و اندوه، جولیان بارنز، ترجمه اماد مرتزوی، نشر گمان ارزم موضوع که این دومین در واقع کتاب از این سریه که نشر گمان داره نشر گمان داره واقعا کتاب های خیلی خیلی خوندنی چاپ طبعه. میکنه از جولیان بارزم هم که قبلا هم کتاب در واقع به فارسی ترجمه شده رمان که خیلی مورد استقبال قرار درک یک پایان که برنده بود بوکرم و چه ترجمه فوق داره کتاب خیلی خوبه. خوبه درک یک پایان رو هم خیلی کتاب خونا دوست داشتن بله. باش ارتباط کتابای دیگه هم ترجمه نشر نو چاپ کرده منم خیلی دوست داشتم هم عالی بفرمایید خواهش میکنم اولین مواجه همون با کتاب اینه که چهار تا کلمه است عکاسی بالون سواری عشق و اندوه که تو نگاه اول هیچ ربطی به هم ندارن در واقع یه کلاژه چیزایی که در نگاه اول کاملا به هم بی ارتباطن تو این کتاب کنار همدیگه قرار می گیرن و یه وحدتی و یه تصویر کلی فوق العاده می سازن. کتاب داستان نیست برخلاف بقیه کار جولیان بارنز یه در واقع جستاره او بعد از سی سال ازدواج عاشقانه با همسری که فوق دوستش داشته همسرشو به خاطر یک بیماری از دست میده و چهار سال بعد از درگذشت همسرش حالا این کتاب رو نوشته و روایت کرده که به او چه گذشته فوق العاده است از این نظر بذاریم با بالون سواری شروع کنیم تو فصل اول جولیان باز شروع میکنه یه تاریخچه ای از بالون سواری به ما ارائه میده حدود 250 سال قبل بود که آدما فهمیدن اگه هوا رو داغ کنن و توی جایی محبوسش کنن در واقع میتونن یه بالون رو از زمین بلند کنن ولی آقای سعد وقتی آدما اون زمان یعنی تو قرن 17 این کار رو میکردن بسیار, بسیار بسیار کار خطرناکی بود چون عملا کنترل این بالون وقتی از زمین کنده میشد بسیار کار سختی بود بسیاری از آدما سقوط میکردن بسیاری از آدم‌ها کشته می شدن. خلاصه میخوام بگم آدمای روانی بودن که میرفتن سمت اینکه که زندگیشون رو بسپارن به دست بالون آدمایی که انقدر عشق پرواز داشتن عشق ارتفاع داشتن که این خطر رو و این ریسک رو به جون می خریدن او در واقع توضیح میده که همون موقع که بالون داشت در واقع شکل می گرفت. تو اروپا مطرح می شد. یه دز در واقع نهادهای مثل کلیسا با پرواز با بالون مخالف بودن معتقد بودن بعضی‌هاشون که اگه خدا میخواست آدم پرواز کنه بهش بال میداد و ارتفاع گرفتن رو و پرواز کردن و یک گستاخی و یک گناه تلقی میکردن خب این قصه رو این گوشه نگه داریم کنارش باز من برای اینکه یه در واقع پیرنگ کلی داشته باشه میخوام بیننده ها به این فکر کنن که عاشق شدن چقدر, سوار... چقدر شبیه بالون سواریه وقتی ما در واقع خودمون رو میدیم به دست باد نمیدونیم چه اتفاقی قرار بیفته ولی لحظه های فوق العاده ای رو هم تجربه میکنیم اونایی که سوار بالون میشدن ات... 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 چیزی که تجربه میکردن یک بکری آسمان بود میدونید نسیمی که به صورتشون میخورد که تالا به صورت هیچ انسانی نخورده بود از اون بالا همه چیز کوچیک بود از اون بالا مرزا معنی نداشتن مهم نبود که اینجا فرانسه است یا آلمانه اون بالا همه زمین مسطح یک دست بود میدونید از اون بالا میتونستن آزادی رو با تمام وجود تا مغز استخوان تجربهش کنند خب این ارتفاع این بالون سواری این مزیت ها رو داشت ولی اون ریسکار هم داشت اشق چقدر شبیه سوار شدن به یک بالونه بعد میدونیم که اون زمان هم هدایت بالون کار آسانی نبوده در واقع معمولا باد ما رو میبرده جولیان بارز میگه که اکثر بالونایی که بلند میشدن در انگلستان به خاطر مسیر باد به خاطر نوع جریان هوا معمولا غالبا در منطقه به نام اسکس فرود می اومدن اگه فرود خوبی داشتن و اسکس جایی بد آب و هوا و بسیار سرده میخوام بگم اینجا جولیان بارز میگه عشق هم غالبا در اندوه فرود میاد در سرزمینی سرد در سرزمینی دردناک توضیح میدیم چرا ادامهش در واقع جولیان بارز اشاره میکنه به وجه پارادوکسیکال و متناقض انسان بخشی از وجود ما خیلی خاکیه خیلی زمینیه ولی بخشی از وجود ما خیلی در آرزوی آسمانه ما پایی در خاک و سری در آسمان داریم این کشاکش بین خاک و آسمان قصه میلیون ها سال تاریخ بشر دیگه و آدم هایی که جرأت میکردن و سوار بالون میشدن در واقع رویاه های سرشون رو دنبال میکردن از خاک میکندن نکته دوم این در مورد بالون سوار در مورد عکاسی اشاره جولیان باز به عکاسی اینه که عکاسی تلاش بشر بود برای جاودانه کردن یک لحظه خوشی یک لحظه شادی لحظه لحظه‌ای رو تجربه میکردن که همه اعضای خانواده زنده، سالم، کنار هم بودن با عکس اون رو توی قاب محبوسش میکردن. برای اینکه به این امید که در واقع اون لحظه پایدار بمونه، می‌دونید به عکس‌های خانوادگی رو نگاه کنید به همه آدم که روزی در عکس بودن با تمام صورت به پهنای صورت میخندیدن و الان نیستن میدونید انگار ما تو اون لحظه تلاش کرده بودیم اون اتفاق رو اون خوشی رو اون سیزده بده رو یه جایی بتونیم با دستامون نگهش داریم ولی آقای سهد جهان لیزه و خوشی ها سر میخورن از دست ما عکس ها هم نمیتونن شادی ها رو پایدار برای ما نگه دارن خب نکته دیگه اینه که تو عشق عکس ها خیلی وقتا باعث میشن بعدا که بهشون نگاه بکنیم ترکیبی از غم و شادی بیاد صحبه. با هم بیاد دقیقا. ما یه عکس نگاه میکنیم از هفت نفری که دارن تو عکس لبخند میزنن مثلا سه نفرشون دیگه بین ما نیستن. نیستن حالا یا راه دورن یا اصلا به جهان دیگری سفر کردن و ما در این حال که یاد وناییم اون لحظه رو داریم مرور میکنیم اون شادی رو داریم ولی یه غمی هم وجودمون رو میگیره و گاهی وقتا این غم اینقدر زیاده که اصلا اون شادی طبعا. اون لحظه رو تحت و شها قرار آره ده. تو همین مثال شما گای اون ستا نیستن و اون چهار نفر هم دیگه لبخندی این روزها به لب ندارن عکس ها اون تضاد رو اون شادی رو زنده میکنه و ما یه لحظه به این فکر میکنیم که چقدر روزگاری چقدر لحظه ای اونجا میدونید با همه وجود فارغ بودیم و رها بودیم و چقدر دوریم گاهی از اون حال در واقع میدونید تو عشق ارتباط عکاسی هم مثل بالون سواری با عشق اینه که عاشقا قیدهایی رو به کار میبرن مثل تا ابد تا همیشه میدونید تا پایان دنیا دوستت دارم تا ابد کنارتم عکاسی یه جور تلاش برای همین تا ابده تلاش معیوسانه تلاشی که فقط روی کاغذ ثبت میشه ولی تو دنیای واقعی شاید تحقق پیدا نکنه ببینید آرام آرام داره رنگ قصه ما در واقع هویدا میشه بالون سواری عکاسی و گام سوم عشق اینجا جولیان بارس با یه جمله خیلی طوفانی شروع میکنه میگه هر داستان عاشقانه بالقوه یک داستان اندوه هم هست هر بالون سواری گناهی به نام ارتفاع که ممکنه با عقوبتی به نام سقوط مواجه بشه قصه های عشقی رو مرور میکنه و من خودم خیلی خیلی کم تقریبا ندیدم داستان عاشقانه ای که رگه های عمیقی از اندوه درش وجود نداشته باشه گاهی اختلافات گاهی خودخواهی ها گای شرایط گاهی چیزایی که ما کنترلش نمیکنیم و گاهی به شکل دردناکی مرگ پایانه. این معنی که آدم بهتره که سراغ عشق تا جایی که میتونه نره چقدر سوال خوبی پرسید اصلا سوال جولیان بارز پاره پایان کتاب اینه که آیا سوار بالون میشید و داره قصه خودش رو تعریف اگر اشتباه نکنم. نکنم این بیتی که میخوام براتون بخونم اگر اجازه بدید فکر میتنم. میکنم مال فخر دین عراقیه اگر اشتباه نکنم میگه عاشق نشوید اگر توانید تا در غم عاشقی نمانید این هم یه مدله آره ضمن که ما قضاوت اگر کنیم. توانید. اگر توانید اگر توانید آره من به اون قیدش دقت نکردم جالب بود و اصلا سوال کتاب در مورد یک فلسفه زندگیه یعنی جولیان بارز بالون سواری عکاسی عشق و اندوه رو یه کلاژ باش درست میکنه که از ما بپرسه با تمام رنجی که احتمالا عشق خواهد داشت و اندوه انگار همزاد عشقه باز هم این بیلیتی که ما باش به دنیا میایم هممون داریم هممون میتونیم سوار این بالون بشیم یا نشیم یا بیلیتمون رو بفروشیم رو خاک زندگی کنیم همه عمر آیا این ریسک رو میکنیم که سوار بالون بشیم یا نه اما اینجا جولیان بارز خیلی صادقانه با ما از اندوه حرف میزنه در واقع برای اینکه ما رو ترغیب کنه که سوار بالون بشیم نمیاد واقعیت رو دستکاری کنه رنجی که از فقدان همسرش کشیده همونقدر لخت همونقدر سریح و همونقدر تیز که تجربه کرده رو صفحات کاغذ منعکسش میکنه بعد از سی سال زندگی توی چکاف ساده میفهمند که همسرش بیماره از فاصله تشخیص بیماری تا فوتش سی و هفت روز فقط طول میکشه و سی و روز بعد او در واقع همسرش رو خاک میکنه و حالا یه بار به جلد فوقلاده کتاب نگاه کنیم به نظر من یکی از بهترین تصویرها برای تص... برا... برا نمایش دلتنگیه این نور نارنجی که شبیه یه غروبه این خونه خالی که انگار خیلی وقت کسی خنده هاشو توش رها نکرده این مبلی که خیلی وقت انگار تک افتاده گوشه ای و این انگار برشی از زندگی جولیان بارنز بعد از فوت همسرش تو شازده کوچولو یه جای شازده کوچولو میگه که اگه گذاشتی کسی اهلیت کنه بگینگی، این خطر رو به جون خریدی که یه جایی در بیاد که یه جایی بزنی زیر گریه ببینید اولین چیزی که تجربه میکنه بعد از فوت همسرش خشم از همسرشه احساس میکنه که چرا منو تنها گذاشتی؟ میدونید به این سوال میرسه به این کشمکش میدونه همسرش دخالتی نداشته میدونه که جنگیده برای ماندن ولی باز یه دلخوری داره که پایان این رابطه سی ساله پر از خاطره پر از عشق نباید اینطور میشد نباید این خونه انقدر خالی و سرد میشد خب بعد شروع میکنه در مورد این حرف میزنه که وقتی کسی فوت میکنه آقای صحت بخشی از ما با او میمیره و بخشی از او در ما برای همیشه زندگی میکنه وقتی کسی رو که دوست داریم باش سوار بالون شدیم ارتفاع و تجربه کردیم نسیم خونک عشق به صورت همون خورده از اون بالا به همه روزمرگی آدم ها خندیدیم وقتی همچین تجربه ای رو زندگی میکنیم اون وقت وقتی اون رو از دست میدیم اگه این بالون سقوط کنه بخشی از ما با اون میمیره برای همیشه و بخشی از او برای همیشه با ما زندگی میکنه یاد یه شعری از شیم افتادن افتادم با این مضمون که میگه که وقتی که یک رابطه ای تموم میشه حالا به هر به دلیل هر, دلیل. هر فقدانی خیلی ها فکر میکنن تموم شد شیم میگه نه تموم نشده چون اون لحظاتی رو که با هم بودید و زندگی کردید رو دیگه هیچ کسی نمیتونه بگیره از اتون. دقیقا در واقع بعد از پایان رابطه یکی هست که نیست یکی هست که نیست میدون یه تضاده یه آره یه پارادوکس جالبه چه ستایش فوقلاده ای از همسرش میکنه میگه هم سفرم هم اندوهم من تا نشیده بودم کسی در واقع همسفر رو میفهمم که وقتی از بالون حرف میزنه چرا همسرش همسفر ولی هم اندوه هم یعنی ای کسی که تمام اندوه جهان رو با هم تحمل کردیم و حالا من چقدر تو این اندوه تنها بعد میگه برای یه مدتی افتاده بودم به اعتیاد این که مسابقات ورزشی رو ببینم که هیچ حسی بهش ندارم مثلا من اصلا فوتبال دوست ندارم و بعد مسابقه یه لیگ درجه دویه بین دو تا تیم گمنام در یک مثلا جای دور افتاده رو تماشا میکنه برای اینکه برای 90 دقیقه لذت بی تفاوت بودن رو تجربه کنم انقدر این اهمیت این عشق به من آسیب زده بود که میخواستم 90 دقیقه پای تلویزیون بشینم و مسابقه رو ببینم که نتیجهش اتفاقاش برای مهم نیست خب یعنی پناه میبره به این بعد میگه که ما تو جهان مدرن بسیاری از آدما عمق رو و ارتفاع رو از دست دادن میگه میلیاردها انسان در حالی زندگی میکنن که بیلیت سوار شدن به بالون توی جیبشونه اما دنیای مدرن دنیای دستاورد سالار دنیایی که مرز میذاره دنیایی که آدما رو بسته بندی میکنه و تعریف های تولید انبوهی از خوشبختی به آدما میده اجازه این که ما جرأت کنیم و بیلیتمون رو بدیم و سوار این ماجراجویی بشیم رو از ما گرفته معتقد اکثر آدما میدونی یه زمانی تو گذشته به جهان زیرین سفر میکردن به جهان مردگان به ابرها سفر میکردن به جهان خدایان ولی الان آدم‌ها یا تو زیرزمین زندگی کنند، یا با آسانسور کمی بالا میرن یا در خاک راه میرن و در رویاشون فکر میکنن سوار بالونن میدونید و این داستان جالب باز این سوال رو از خودمون بپرسیم با همه اندوهی که عشق داره اینکه هر داستان عاشقانه یک داستان اندوه هم هست آیا حاضریم سوار این بالون بشیم یا نه من آدمی رو میشناسم از نزدیکانم که هیچ وقت کار پرخطری نکرد در زندگیش هیچ وقت ریسکی نکرد هیچ وقت جای خطرناکی نرفت هیچ وقت تجربه خاصی نداشت هیچ وقت در موقعیت خطیری قرار نگرفت و هیچ وقت هم از زندگیش لذت خاصی نبرد نبود. باید. در واقع زندگی نزیسته آره یعنی اینکه اگر شادی بیشتری میخوایم متاسفانه همراهش احتمال غم بیشتری هم هست اگر میخوایم رشته مهمتری قبول شیم درس بیشتری رو هم باید بخونیم اگر دنبال سرمایه بیشتری هر چقدر کمتر این, ورش هم کمتر هر چقدر اون ور رو بیشتر میخوایم اون یکی بخشش هم بیشتره بالون میخوایم سوارشیم خطر و سقوط و هر چقدر ارتفاع بیشتر بشه سقوط دردناکتر خواهد بود باید, باید اینو بدونی تو فلسفه هم همینه مثلا سقرات به نظر من به عنوان یه, یه بالون سوار قهاره اینقدری که حتی زندگیش رو پای بالون سواری میذاره دانستن هم آقای صحتگاهی ارتفاع گرفتن از زمینه با افشین حرف میزدیم، افشین صادقی زاده سردبیر برنامه در مورد یه کتابی که ایشون دوست داشت خونده بودیم و می گفت مشتبه ترسناک کتاب یعنی هر چی جلو میرم انگار داریم کنده میشم و میدونید جالب جذابه دارم یاد میگیرم ولی ترسنا اون ولی... هر که بامش بیش برفش بیشتر, بیشتر, یه جوری انگار همینه, همینه که شما هر چقدر بیشتر میخواین یه چیزای بیشتری هم مخاطرات دقیقا. بیشتری باید قربانیش کنید دقیقا در واقع آقای صحت رنج هر چیز هم اندازه ارزش اون چیزه رنج هر چیز هم اندازه ارزش اون چیزه میدونید اینم بگم آخرش یه جایی اون در مورد اوپرا حرف میزنه جالب میگه من وقت از اوپرا خوشم نمیومد فکر میکنم یه دادم کوچرواری میان روی استیج یه سری فریادهای نامفهوم میزنن میگه درست بعد از این فقدان این رنج این سود بود که متوجه شدم که در واقع اوپراها چقدر گاهی درستن گاهی اصلا فقط باید نعره زد چیزی بالاتر از آواز برای اینکه رنج رو بتونیم عرضه کنیم یه اوپرایی میبینه به نام اورفئوس یه داستان عاشقانه فوق العاده تراژیکیه مردی به نام اورفئوس همسرش رو از دست میده همسرش به جهان زیرین جهان مردگان رفته زجه میکنه به خدایان التماس میکنه خواهش میکنه و اون اجازه میدن که بره همسرش رو از جهان مردگان یه افسانه دیگه بیاره به جهان زندگان فقط یه شرط اینکه در تمام این مسیر وقتی داره میاردش تو جهان زیرینه نباید برگرده و صورتش رو نگاه کنه حرف اوس میره پایین همسرش رو پیدا میکنه صورتش رو نمیبینه سخت در این کار دنیاست قدم به قدم پله پله از جهان تاریکی مرگ دارن میان جلو ولی یه جای دیگه نمیتونه انقدر دلتنگه که برمیگرده نگاهش میکنه و همه چیز دود میشه میره هوا بعد جولیان بارز میگه کسی که این تراژدی رو نوشته میدونسته دلتنگی یعنی چی دلتنگی یعنی چی و اون میگه دلتنگی بهای عشقه میگه من به عنوان کسی که سی سال زندگی عاشقانه داشتم میگم که قیمتش اینه و اگه دوباره پیش بیاد سوار بالون میشم با همه رنجی که امروز دارم ولی پاسخش چون اون لذت, دار. لذت دار. چون اون نسیم بسه. خونک خیلی چیز یکتاییه و سوالی که آخر برنامه باز میخوام بپرسم اینه که همه ما یه بیلیت تو جیبمون داریم آیا سوار بالون میشید یا نه؟ امیدوارم که اینو برامون جوابشو بیننده هامون هم بپرسن, بپرسن. سوال خوبیه آه. سوال مهمی هم هست خیلی بیرسی. خیلی متشکرم خیلی از شما از, شما. از توضیحاتتون از, شما. از کتابی که معرفی کردید و امیدوارم این سری رو اصلا جدی بگیرید سری نشر گمانو و خدا نگهدار خدا نگهدار